سلام، به کانال یوتیوب تپس خوش اومدین. عروسک ترسناکی که موهایش بلند می شود. عروسک اوکیکو، عروسک تسخیر شده ژاپنی است که امروز خیلی از آن دیدن می کند. این که این عروسک چطور یک همچین سرنوشتی پیدا کرده و تا این حد در این کشور معروف شده است، داستان جالبی دارد که ما برای شما تعریف می کنیم. اوکیکو یک عروسک سنتی ژاپنی است که در سال 1918 به فروش رسید. خریدار یک پسر 17 ساله بود که می‌خواست این عروسک را به خواهر کوچک 3 ساله‌اش هدیه دهد. پسر به خانه برگشت و این عروسک را به خواهرش داد. دختر کوچک 3 ساله در همان لحظه عاشق این عروسک شد. دختر آنقدر این عروسک را دوست داشت که حتی اسم خودش اوکیکو را بر روی آن گذاشت. هر جا که می‌رفت این عروسک را با خود می‌برد و شب‌ها در کنار عروسک می‌خوابید. اما یک روز این دختر کوچک به سرماخوردگی شدید مبتلا شد و در اثر تب زیاد از دنیا رفت. با مرگ این دختر داستان عجیب و ترسناک این عروسک هم شروع شد. داستان هایی که این عروسک را تبدیل به یکی از ترسناک ترین عروسک های دنیا کرد. اول قرار بود که عروسک در کنار دختر دفن شود، اما یک سری شرایط دست به دست هم داد تا این اتفاق نیفتد. خانواده این دختر تصمیم گرفتن عروسک را پیش خود نگه دارند و چون دیدن که این عروسک آنها را به یاد دخترشان میاندازد، آن را در جعبه کوچکی قرار دادن تا همیشه در کنار آن برای دخترشان دعا کنند. بعد از مدتی خانواده این دختر متوجه اتفاق مشکوکی شدند. موهای این عروسک تا پیش از این بالای چانه‌اش بود بسیار بلندتر از قبل شد. آنها فهمیدند که عروسک به تسخیر روی دخترشان درآمده و برای همین علت موهایش رشد می‌کند. در سال 1938 خانواده آن دختر تصمیم می‌گیرند تا برای همیشه جزیره هوکایدو رو ترک کنند، البته بدون عروسک. شاید چون دوست داشتند تا این عروسک برای همیشه در نزدیکی قبر دخترشان باشد و از او دور نشود. این خانواده راز این عروسک را با مسئول تالار مانجی در میان گذاشتن و از آنها خواستن تا این عروسک را پیش خود نگه دارند. از آن زمان تا به حال این عروسک در تالار مانجی نگهداری می شود و خیلی ها به دیدن آن می روند تا موهای افسانه‌ای او را تماشا کنند.